دوستان و همکاران عزیز، سلام عرض می کنم خدمت همگی شما. صدای بنده هست؟ بله، صدا هست کامل. خیلی متشکرم جناب دکتر. امروز یک شنبه 21 خرداد ماه در خدمت شما هستیم با 107 جلسه از مجموع جلسات گرانمایه مدرسه روماتولوژی کودکان ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امشب در خدمت شما هستیم با معرفی یک کیس با تشخیص اولیه نوخ که بعد از چند ماه مراجعه میکنه با درد شکم و ضایعات پوستی و به خاطر نکته آموزشی جالبی که داره این کیس انتخاب شده. از کیس از بیماران سرکوهام تعصری عزیز هست که پیش پیش ازشون تشکر میکنم به خاطر به اشتراک گذاشتن این کیس در گرانرانده امشبه. خب دوستان، شما رو مطالعه میکنم و میریم سراغ معرفی کیس امشبمون. دوست از رزیدنتمون سرکوهام دکتر تقی‌پور بیمار برای ما معرفی میکنم. خب دکتر عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. اگر صدای بنده رو دارید در خدمت شما هستیم برای معرفی کیس امشب. با عرض سلام و خسته نباشید، صدای منو شما دارین استاد؟ بله خانم، میتونم صدای شما رو به خوبی داریم. با اجازتون پس گرانراند رو شروع میکنیم. گرانراند امروزمون معرفیش در مورد یه پسر 10 ساله است که همجور که توضیح دادین به تشخیص هنوخ بستری شد. پسر 10 ساله ما اهل تهران، تبعی افغانستان هستش. علت مراجعه اولیه که بیمار باهاش شکایت داشت مراجعه کرده بود، درد شکم و دفع خون در مدفوع به همراه یک سری ضایعات پوستی بود. بیمار به همراه برادرش 16 سالش به اورژانس بیمارستان ما مراجعه کرد و حالا منبع شهر حال ما پسر، یعنی برادر 16 سالشونه. بیمار یه پسر 9 ساله است که با شکایت درد شکم با ماهیت کولیکی در ناحیه پریامبیلیکالش از حدود 1 هفته قبل مراجعه کرده بود. تقریبا 4 روز قبل از مراجعهش هم دچار تهوع شدید بوده که 2 روز دچار استفراغ‌های پشت سر هم ولی غیر خونی بوده و تقریبا از 4 روز قبل از مراجعه به مدت 4 روز اسهال بوده که دفعاتی از اسهالش رو حالا برادرش اسهال به رنگ خون دیده بودن و اسهال خونی ذکر می‌کردن. علاوه بر این تقریبا 1 ساعت تا 2 ساعت قبل از مراجعهش هم یک سری ضایعات پتشی پورپورا مانند غیر مهشونده تو دیستال اندامهاش پیدا میکنه که این ضایعات معمولا توی ساق پاش بوده و روی زانوها و مچ پاش بیشتر بوده. توی این 1 هفته بیحالی و بی‌اشتهایی خیلی زیادی رو ذکر میکرده که میل به غذا نداشته و حتی یک کاهش وزن خفیفی هم داشته توی این 1 هفته که البته طبق شرحال حالا چیزی مکتوب نشده بود که دقیقا چند کیلو کم کرده بوده. در یه درد اندام تحتانی هم داشته که بیشتر درد به صورت آرترالجی بوده و شواهدی از آرتریت نداشته، ولی خب دردش بیشتر تو ناحیه مچ و زانوی هر دو تا پا بوده. بیمار تقریبا 28 اسفند ماه سال گذشته نیز به بیمارستان ما مراجعه میکنه و یک نوبت بستری هم داشته که اون موقع با تشخیص هنوخ شنلاین بچه رو بستری میکنن. تو اون مدت از اسفند ماه گذشته تا حالا موقعی که به اردیبهشت ماه که دوباره مجدد پیش ما اومده بچه فالوآپ های متعدد میشه که تو اون موقع درگیری کلیه گوارشی نداشته و بعد از 3 هفته یعنی تا اوایل فروردین ما تقریبا تمام ضایعات پوستی اون زمانش از بین میره. سابقه عفونت تنفسی هم اون زمان ذکر نمی کرد. حالا اگه بخوام در مورد یه شرح حال خیلی کوچیک در مورد بستری قبلیش هم حالا به نظرم خالی از لطف نیست اینجا بگیم، بستری قبلیش اینجوری بود که بچه با یه سری ضایعات پتشی پورپورا تو ناحیه ساق هر دو پا بوده که این ضایعات غیر مهشونده بوده، اکیموزای نواحی ناحیه پاش هم رویه شده بوده، یه تب خفیفی هم ذکر می‌کرده و یه سابقه یه رینیتی هم 2 هفته قبل از مراجعش داشته. اون زمان علاوه بر حال آرتراژی که ذکر می‌کردن توی شرحالی که حالا مکتوب شده بوده نوشته بودن که تورم مچ هر دو پای بچه داشته و موقع راه رفتن دچار درد بوده، ولی درگیری گوارشی یا مثلا درد شکم، اسهال، استفراغ چیزی رو ذکر نمی کرده. اون موقع بچه بستری میشه و برای بچه یه سری آزمایشات اولیه درخواست میشه که حالا اگر اسلاید بعدو
صدای من هست؟ صدای شما هست ولی اسلاید عوض نشد. آها، اسلاید عوض نشد. حالا اون موقع وقتی که مراجعه میکنه، حالا تا اسلایت عوض شه، یه لوکوسیتوز خفیف در حد 13,000 تا داشته، یه ESR 28 داشته، استول اگزمون یه چند نوبت استول اگزم بعد چک میکنن که استول اگزمش نرمال بوده و یه یو ای داشته که حالا اس جی یو ایش بالا بوده و یه آر بی سی در حد 4 تا 5 تا داشته. اون موقع نظر ایمونوگلوبولین ای سرمش بررسی میشه که 470 تا گزارش میشه که خب نسبت به رنج نرمال بالاتر بوده. نهایتا بچه اون زمان با تشخیص بیماری هنوفش آنلاین 5 روز بستری میشه تو بخش روماتولوژی تحت درمان با هیدروکورتیزون 50 میلی گرم هر 12 ساعت قرار میگیره. برای بیمار آزمایش های ادرار روزانه، حالا از نظر خون در ادرار و آزمایش مدفوع از نظر اوبی درخواست میشه که تو طول این 5 روز آزمایشاتش نرمال بوده. سونوگرافی شکم و لگن براش درخواست میکنن که خب نکته پاتولوژیکی نداشته. در نهایت بعد از 5 روز با توجه به اینکه درد اندام تحتانی بچه بهتر شده بوده، دیگه تب نداشته، زایاتش رو به محو شدن بوده، بچه با دستور دارویی پردنیزولون 50¼ قرص به صورت هر 12 ساعت ترخیص میشه و به مدت 10 روز آیندهش تقریبا هر 5 روز داروها تیپر میشه تا 10 روز بعدش قطع میشه. یعنی در واقع 15 روز تو اون دوران تحت درمان با هیدروکورتیزون قرار میگیره و کورتون قرار میگیره. از نظر دراک هیستوری تو مراجعه الانی که پیش ما داشت، یعنی از هفته گذشته تا زمانی که این زایاد ایجاد شده بود، فقط 4 روز قبل اوندانسترون به خاطر استفراغ‌های مکررش استفاده کرده بود، دیسیکلومین یه پزشکی حالا بیرون از بیمارستان براش تجویز کرده بود واسه درد شکم و سفکسین براش داده بودن. از نظر فامیلیال هیستوری هم که سابقه بیماری‌های روماتولوژیک و گوارشی تو خانواده نداشتن. اگه اسلاید عوض شه من خانم دکتر، یه مقدار اینترنت آها، اختلال داره، با تأخیر عوض میشه. ببخشید. یعنی من ادامه بدم یا هماهنگ با اسلاید ها پیش برم استاد؟ اگر میدونید که ادامه بدید تا اسلاید عوض بشه دیگه، چون اینترنت یه خورده مختله. از لحاظ معاینه بالینی که بچه حالا بعد به ورودش به بیمارستان داشت، اول چیزی که قابل توجه بود یه وزن 20 کیلوگرم داشت. یعنی وزن بچه نسبت به همسن و سالهای خودش با توجه به 9 ساله بودنش وزن کاهش یافته یا وزن کمتری داشت. از نظر علائم حیاتی یه فشار 12/80 داشت، فشار خون پایینی نداشت، ریسپیرتوری ریت 17 تا و هارت ریت 75 تا و تی که براش تریاج بیمارستان چارت کرده بود 36.9 بود. علاوه بر علائم بالینی بچه پیل نبود، ایل به نظر نمی رسید، هوشیار و بیدار بودش. نکته مهمش تو معاینه یک سری زایات پتشی پورپورا تو اندام تحتانیش بودش که غیر محوشونده بوده که بیشترش تو ناحیه ساق و پشت زانوی پاهاش دیده شده بود. یه درد مفصلی و خیلی شکایت داشت ازش، ولی که تو ناحیه زانوها و مچ پاش بود، ولی توی معاینه زانوها و مچ پای این بچه تورم دیده نشده بود، قرمزی گرمی دیده نشده و شواهدی به نفع آرتریت نداشت. تو بیمار طول هفته گذشته کاملا شکم درد داشته که 4 نوبت هم 4 روز قبل استفراغ و تو 4 روز اخیر هم اسهال داشته، ولی با اینها شکمش نرم بود، تندرنس نداشت. ولی تو معاینه دیگه که حالا یک نکته به نظرم قابل توجه، کلابینگ مشکوکی در انگشتانش رویت شده بود. با توجه حالا به درد شکمی هم که این بچه داشت، براش یه سونوگرافی سرپایی براش انجام داده بودن که طبق سونوگرافی سرپاییش یه ناحیه تارگت شیپی توی روده هاش ده بودن به قطر 27 میلیمتر که مطرح کننده اماژیناسیون بود. بلافاصله بچه با توجه به علائمی که داشت و حالا سونوگرافی که به صورت سرپایی انجام داده بود، بچه ادمیت بخش اورژانس شد، براش آزمایشات اولیه درخواست شد، بچه امپیو شد.
طبق آزمایشات اولیه یه وایت بی سی 9320 داشت، یه پلاکت 340 هزار که پلاکتش کاهش یافته نبود، و یه هموگلوبین 11.8، نوتر 57% و لیمف 48%. نکته دیگه که حالا توی آزمایشات اولیش قابل اهمیت بود، یه ESR 28 بود و CRP که حالا بالا نرفته بود. از نظر بیوشیمی اولیه که درخواست کرده بودن کاملا نرمال بود، نکته خاصی نداشت، و یه آزمایش ادرا و یک آزمایش استول اگزم ما خواستیم با توجه به اسهال خونی که ذکر میکرد، که هر دوی این دوتا آزمایش نرمال بود. تو طول بستری که براش خواسته بودن یه استول از نظر کالپروتکتین ادرار هم بررسی شده بود که یه کالپروتکتین بالا 2001 داشت. با توجه به سونوگرافی که میگم به صورت سرپایی تو مرکز خودمون تو همون زمانی که واسه یه حالا مراجعه اول و تریاج و اینها ویزیت اول درمونگاه اومده بود، مطرح کننده این تو ساسپنشن بود، بچه ام پی او شد. تو علاوه بر اون تو سونوگرافی چند لنفت نود دیده شده بود که حداکثر قطر این لنفت نود ها 9 میلی متر بود. مشاوره جراحی با توجه به ام پی او کردنش و این تو ساسپنشنش و سن بچه انجام شد که توی مشاوره جراحیش بیمار ام پی او شدش، براش سی تی اسکن خواسته بودن که ما برای این بچه سی تی اسکن ها انجام دادیم. توی سی تی اسکنی که انجام داده شد، افزایش ضخامت قسمت دودنوم و ژژونوم و ترمینال ایلیوم و سکومش دیده شده بود، همچنین همراه با هایپرمی و پرخونی عروق مزانتریکش و یه مختصر مایه در لگن مشاهده شده بود، ولی شواهدی به نفع این تو ساسپنشن نداشتش. لنف نوت های مزانتریکش هم گفته بودش که تو ناحیه رایت لوور کوادرا رویت میشه، و خود ریپورت سی تی پیشنهاد کرده بود که این بچه بهتر از لحاظ کرون بررسی بشه و بیماری کرون رد بشه. با توجه به اینکه حالا تو ریپورت سی تی که ما گرفتیم امانژیناسیون اولیه برطرف شده بود، مشاور جراحی که انجام شده بود دیگه، بچه از لیست اتاق عمل خارج شد و حالا بچه مجدد پیو شد، براش مشاوره گوارش خواستیم که طبق مشاوره گوارش گفته شد که با توجه به اینکه سیر بیماری حاد بوده و همراه با اسهال و تب و دفع خون و درد شکم بوده، فعلا بیماری های التهابی روده براش مطرح نشده بودش و گفته بودش که حالا بهتر از نظر عفونی بررسی شه و یه آنتی بیوتیکی مثل ماکرولیتا رو توصیه کرده بود که برای بیمار شروع شه. و حالا اگه اسهال این بیمار ادامه دار شده، توصیه کرد که اگه اسهال خونیش ادامه دار بشه، موقع لحاظ بیماری های التهابی روده بررسی بشه. نهایتا با توجه به مشاورهایی که انجام شد و آزمایش های اولی و علائم بیمار با تشخیص بیماری هنوخ برای بار دوم بستری بیمارستان شد، تو بخش روماتولوژی بستری شد، براش پالس متیل پرنیزولون شروع شد، مجددا علاوه بر سی تی که انجام شده بود یک نوبت دیگه سونوگرافی انجام شد، شواهد این تو ساسپنشن نداشت. در نهایت بیمار با تشخیصی که براش گذاشته بودن متیل پرنیزولونش حالا به پرنیزولون خوراکی تبدیل شد و بیمار با پرنیزولون 50 میلی گرم 1/4 قرص دوبار در روز و کوشیسین 1 گرم 1/2 قرص روزانه از بیمارستان ما ترخیص شد. بیمار طی 10 روز پس از ترخیصش که میشد پنجشنبه گذشته به درمانگاه روماتولوژی مراجعه کردش که تو درمانگاه روماتولوژی دوباره از نو معاینه شد. پورپورا و پتیشیای بعد بیمار کاملا برطرف شده بود، حال اومیش خوب بود، تبدار نبود. با توجه به کلابینگ انگشتایی که داشته بود، یه سری حالا آزمایش های بیشتر براش درخواست شده بود که پنجشنبه براش آزمایش سیانکا و پیانکا هم واسه این مریض درخواست شده که حالا ما منتظر جواب این آزمایش هاش هم هستیم. باز اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. سپاسگزارم خانم تعریف‌پور بابت معرفی بیمار. در خدمت استاد سالی‌زاده عزیز هستیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم استاد، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با سلام عصر بخیر خدمت استاد جلیل، استاد رئیس کرمی. من پیامی از استاد رئیس کرمی دیدم، صراحتا قلبا ابراز تاسفم را از این خبری که نوشتن در گروه اعلام میکنم. من حرفی ندارم بزنم، نمیدونم، نابودی دانش هست، علم هست، گروه هست، نمیدونم. ولی خب حالا بریم سراغ معرفی کسی که ما داشتیم. خانم دکتر تگیپور، اون تلفظش انتوسکسپشن هست، شما چند بار اونو اشتباه تلفظ کردید. من اون دفعه هم خواهش کردم این
تلفظ ها رو خیلی دقت کنید، نوشته ها رو خیلی دقت کنید. غلط یاد میگیریم، غلط میگیم، بعدا نمیتونیم اصلاح کنیم. اون انتصاص یکی کام داشته، تبریزی هم برای شما نوشتن این انتصاص اپشن هست. من از خدمتتون یک سوال دارم. یکی از سوال هم این که شما گفتید بیمار 10 سالش هست و وزن مریضتون رو گفتید 20 سالشه. درست افغانی هست، ولی حتما باید به این مسئله اشاره میکردید که از نظر معیار آنتروپومتریک این بچه در چه محدوده ای هست. آیا یک کودکی هستش؟ از نظر رشدی چطوری بود؟ این بچه رشدی مد عقب باشه برای 10 ساله حد در ما وزن رومال من 30 کیلوگرم است. این خیلی باید نسبت به اون کمتر باشه. شما فکر کنم 20 کیلو برش گفتی. دوم خواهم دکتر، در شهرهای شما من به یک چیزی متوجه نشدم، یا اگه گفته باشین یا در شهرهایش نیست. حتما در هر بیماری که دچار راه نخ پیش ما بیاد، upper respiratory tract infection پرسیدن از شرحال الزامی این بیمار هست. این بیمار چه در ریفرال دومش و چه در مراجعه اولش، چه در ریفرال دوم چه در مراجعه اولش، حتما از نظر عفونت و تنفسی شما رینیت رو بارش در بار اول من متوجه شدم گفتید، ولی بار دوم باز آیا این بیمار چه سیمپتوم های تنفسی قبلش داشته؟ حتی بجز سیمتوم های تنفسی، از سیمتوم های گوارشی به صورت علائمی که مال اچ‌4ان و رینا باشن، ما حتما از مریض یک شرحال و سوالی میپرسیم. نکته بعدی در شرحال که به نظر من فرمودید و قابل بحث هست، اینکه من متوجه نشدم که شما گفتید بیمار با کلشیسین آخر سر مرخص شده. دلیل ترخیص با کلشیسین رو باید حتما دلیل داشته باشیم و اساتید به ما بگن. خانم دکتر اسرار یلا پزشک معالج مریض بودن، به ما حتما خواهند گفت دلیل علمیشون برای این چی. هرچند من اطمینان دارم یک کامنت هایی خواهند داشت و یک نکته نظراتی، ولی میخواستم از زبان خودشون بشنوم که برای افغانی هم آیا این پرشیسین رو به پروسکرایب کردن منطقی و ضروری بوده یا نه. مسئله بعد استول آنالیسیس شماست. کالپروتکتین 2001 در بیمار شما دارید و نشون میده که اینفلامیشن در حد نکروز سلولار در جی آی ما دارید، ولی چطور اوکولت بلاد شما، چطور آر بی سی شما در روده نرمال باید باشه ولی با این کالپروتکتین خیلی بالا. میدونید کالپروتکتین همون پروتین استت هست. هر سلول که میمیره یک مارکرهای پروتینی با مرج سلول از سلول ریلیز میشه. یکی از این مارکرها استت هست. استت همون کالپروتکتینه. ما داریم، نمیشه در روده ما این رو، شما تارگت سل هم میبینید، ایماجینیشن هم میبینید، انتوساپشن هم میبینید، ولی استولانالیس های بیمار شما نرمال هست، ولی کالپروتکتین شما تا این حد و محدوده خیلی بالا هست. حالا اینا نکات در شرحال شما. وارد بحث چی میشیم در مورد عود این بیمار و یا علائمش با هم اونجا بیشتر صحبت میکنیم. خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما. همچنین تقریبا در خدمت شما هستم. استاد، تو بستری که توی اسفند ماه داشتن، یعنی 28 اسفند، یک هفته قبل از مراجعهشون سابقه یک عفونت تنفسی فوقانی به صورت فقط کوریزه و یه سرفه خفیفی رو توی شهر حالشون ذکر میکردن که حالا 3-4 روز بوده و حالا محدود بوده و بهتر شده. تو بستری که این سری داشته، این تو اردیبهشت مراجعه کرده بودن، از 7 روز قبل از مراجعهش یه تبی داشته که همراه با حالا یک سرفه خفیفی بوده و بیشتر درد شکمی که بعدش اومده براش حالا قابل اهمیت بوده که 2 روز دچار استفراغ میشه، بعد از اونم 4 روز اسهال خونی پیدا میکنه. ولی اینکه حالا سابقه یه سرماخوردگی خیلی تیپیک که قبلش بخواد ذکر کنه رو نه، اینجوری نبوده، نداشته تو بستری این سریش که حالا ذکر، بستری اخیرش یعنی تو اردیبهشت ماه نبوده، ولی تو بستری اسفند ماهش بله بوده. باز در خدمتتون هستم. هم دکتر تحقیقی، من با اجازهتون وارد بحث بشم. آقای دکتر سالس زاده، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خانم دکتر اثری در آخر حتما کامنتاشون رو خواهند گفت، ولی چون محدودیت دارن من در جریان بیمار هستم یه توضیحاتی خدمت شما میدم، حالا اگر احیانا باز لازم باشه خانم دکتر اصلاح میکنن. چون بالاخره این برنامه جلسه ما معمولا در اینترنت هم چیز میشه، من خواهشم اینه که وقتی که راجع به ملیت یک به اصطلاح بیمار صحبت میکنیم که حالا اتباع افغان هستن، خود اتباع افغان در واقع لفظ افغانی رو خیلی نمیپسندن و یه جوری توهین تلقی میکنن. من خواهشم این است که این رو هم افغان تلقی بکن ذکر بکنیم که بالاخره رعایت آداب به صلاح کلامی رو هم کرده باشیم. من جسارتا خدمت آقای دکتر صالح زاده این بحث رو گفتم. خدمتتون عرض کنم که این بیمار واضحا یک FTT داره، یعنی بچه با وزن با سن 10 ساله وزن خیلی پایین داره، قد کوتاه داره، ولی خب حالا وقتی به مثلا خانوادهش نگاه میکنیم خانوادهشون کلا کوتاه قد بودن، یعنی برادر بزرگترش هم قد کوتاهی داره، حالا شاید یک کوتاهی قد سرشتی باشه، این بررسی نشده، بالاخره مشکلات سوشیو اکونومیک هم دارن و یه مقدارم که تاخیر الان تو اومدم داشتم به خاطر بحث‌های بالاخره اکونومیک بوده که پوشش بیمه ای اینها نداشتن، ولی بچه واضحاً FTT داره و یه کوتاهی قد هم داره، ممکنه کوتاهی قدش خیلی مرتبط با کم وزنیش نباشه، ولی بالاخره هر دو فاکتور پایین هست که این اندیکاسیون بررسی داره و حالا با توجه به اون کلابینگ مشکوکی که خانم دکتر عصاری خودشون دیتکت کردند و شک کردن، این شاید واقعا یه بیماری التهابی گوارشی باید به عنوان تشخیص افتراقی مطرح بکنیم. راجع به آزمایش مدفوع چون همکارای دیگه هم پرسیده بودن که چرا خون تو مدفوعش نداره، این در واقع تناقض رو ما گاهی اوقات میبینیم، یعنی مریض میاد اسهال خونی واضح داره، یعنی شکایت دفع خون داره، ولی ما توی آزمایش مدفوع چیزی نمیبینیم، ممکنه که اشتباه آزمایشگاهی باشه. و البته تو این بیمار چون بحث امواژیناسیون مطرح بوده، ممکنه واقعا یک خون نبوده، یک مدفوع ژله‌ای بوده و حالا مثلا بیمار احساس کرده که یا همراه بیمار احساس کردن که دفع خون داره، اینا ما حالا باید به عنوان در واقع یک به اصطلاح تشخیص افتراقی و یک چیز فرضی محتملی رو باید مد نظر قرار بدیم، ولی نه تو آزمایشات قبلیش و نه تو آزمایش مدفوع فعلیش که دو نوبت هم انجام شد خون دیتک نشد. البته با توجه به اینکه حالا آقای ساله‌زاده هم اشاره کردن کاملا درست، وقتی کالپروتکتین بالا ما داریم انتظار داریم یه التهاب روده یه وایت پی سی ببینیم، یه آر بی سی چیزی ببینیم، اینو ندیدیم. حالا همکارای گوارش من دیدم، هم آقای دکتر علی مددی تشریف دارن هم آقای دکتر روحانی تشریف دارن، حتما تو این زمینه راهنمایی میکنن که این دیسوسییشنی که ما بین یافته بالینی و آزمایشگاهی میبینیم چه جور دیگه هم قابل توجیه هست یا نه. نمیدونم اگر مورد دیگه هستش که باید صحبت بشه من در خدمتتون هستم و فکر میکنم که موارد رو پاسخ دادم. اگر آقای صالح زاده سوالی هست من در خدمتتون هستم. آقای دکتر کلشیسین رو من سوال کردم که با چه به اصطلاح کانسپتی با چه دیدی کلشیسین رو خانم دکتر دادن؟ خانم دکتر عصاری انشالله آخر خودشون توضیح میدن، ولی شاید به خاطر اینکه یک هنوخ ریکارنت بوده و امکان بررسی موتاسیون ژن ام اف پی وجود نداشته، شاید این رو روی این حساب دادن، حالا خودشون حتما توضیح خواهند داد. دستشون بالاست خودشون. ببخشید پس من دخالت کردم، خانم دکتر حتما توضیح میدن. در خدمتشون باشیم. خانم دکتر عصاری خدمت شما سلام عرض میکنم. بله سلام عرض میکنم، ممنون از وقتی که برای من گذاشتید، ممنون از حضور اساتید استاد صالح زاده گرامی. مریض هنوخ راستش وقتی بهش برخورد میکنی خوشحالی که خب حالا کانزرواتیو درمان میکنی یا اوضاع خوبه، ولی خب این اوضاع بعضی وقتا واقعا چالش برانگیز میشن این مریضا. این مریض ما هم واقعا دفعه اول که اومد یه دلدردی داشت که حالا من بخوام خدمت عزیزان عرض بکنم، مریض هنوخ ما کورتون نمیدیم، درمان کانزرواتیوه، درگیری آرتریتش رو انسید میدیم، ولی وقتی که دیگه درگیری گوارشی رخ میده همیشه میگفتیم کورتون جلوی عوارض کامپلیکیشن های کلیوی و غیره و غیره و غیره رو نمیگیره، اگه بخواد اتفاق بیفته میافته. ولی الان مطالعات جدید میگن که نه، گوارشیه رو شما حتی اگه کوچکترین علامتی داشت شروع بکنید که از عوارض بعدی جلوگیری بکنید.
و اینکه خب دفعه اول که اومد یه دلدردی داشت که ما چون اطفاهم بود به خاطر راستش به خاطر دلدردش بسترش کردیم. یه چیزی دیگه هم خدمت چیز عرض بکنم که آرتریت هایی که انسیدم میدیم میگن که یعنی مهار کننده سیکل اکسیژناز ها روی اون جی آی بلیدینگ بیماران اثری نداره، پس انسید اینجا معنی این نداره تو قسمت آرتریتش. این مریض من یه اشتباهی که کردم این بوده که گاه هم میگن اینا که دل درد دارن و کورتون شروع میکنین، چون مریض خیلی خوشحال بود و اون دل دردش هم خیلی زود خوب شد، دفعه اول که من میگم 3 تا 4 هفته ادامه بدین که این جلوی عودش گرفته بشه. فکر کنم یه مقدار زود قطع کردم این کورتونا، ولی خلاصه مریض دفعه دوم که اومد خونه میگفت خون، من پرسیدم میگفت که خونی که دفع کرده من واقعا نمیدونم خطر چی بوده جریان، میگفت خون رو من توی روی سنگ توالت میدیدم که جدا میومد، یعنی خون روشن واقعا واضحا جای بلیدینگ رو داشته بیمار. و اینکه این جی بلیدینگ ها که داشت و میدونیم که تو درگیری عوارض گوارش هنوخ فقط شعر حال موثر نیست، یعنی حتما باید ما از پاراکلینیک کمک بگیریم، حالا یا سی تی یا سونا، چون ما واسکولیت جدار عروق داریم، احتمال اینفارکشن جدار عروق داریم، احتمال پرفورشن داریم، احتمال مایه پریتوهم داریم، احتمال ادم جدار و انتوساسپشن داریم و اینها رو واقعا با ماینش هم متوجه نشیم. خب این بیمارم خلاصه تشخیص رفت سمت انتوساسپشن و یعنی مریض حتی لباس اتاق عمل هم پوشیده بود که بره اتاق عمل، ما با وارد کورتون سونای دومی که کردیم و آلارم هم دادیم مریض اتاق عمل نره تا سوناش بشه برای ما خبر بدین، که خوشبختانه مریض برگشت، یعنی انتوساسپشنش برگشت و اوضاعش خوب شد. در مورد استاسالس در مورد کورشیستی الان مطالعاتی که توی کانادا انجام شده تو مواردی که توی هنوخ همیشه استاذیای بزرگوار میفرمایند این صحبت استاذیای ما تو هنو دو تا لفظ ریکارنس و ریلپس رو باید از هم جدا بکنیم. حالا این بحث خیلی طولانی میشه، حالا من در نهایت اگه آخر وقت داشتم، حالا 1/3 این بیماران یا ریکارنس یعنی 1/2شون که کاملا خوبن صرف لیمیتد خوبه، 1/3 یا ریکارنس میشن شاید یا ریلپس میشن که ریلپس کمتر از 1 ماه رخ میده، ریکارنس 3 تا 4 ماه بعد رخ میده. ریکارنس بیشتر اونیه که کلیوی شدید دفعه اول، ادم جدار داره، یه سال بالا کلیوی درگیره. ریلپس بیشتر اونیه که علائم گوارشی داره و فقط زایاد داره. این بیمار که بخوام به جز این ریلپس یا ریکارنس فکر کنم ریلپس بهتر باشه، چون علائم گوارشی دفعه اول داشت، دفعه دوم علائم گوارشی داشت و زایاتش که زایات همو زایاتو داشت. الان توی این مطالعات جدیدی که در کانادا در هنوخ هستش تو این موارد دیدن، حالا اصلا اجن یا ام ای اف هم چک نکردن، میگن ضایعات پوستی مقاوم یا علائم گوارش مقاوم بهتر از برای بیمار کورشیستی شروع بکنیم. البته خب توی موارد ریکارنسی هم دیدن که با کورشیستی علائم بهتر شده، حالا شاید به خاطر اون فیزیوتراپی میگن فیزیوپاتولوژیش و مهار مهاجرت نوتروفیل ها به سایت التهاب و افزایش ادم، جلوگیری از افزایش ادم حالا در جدار روده یا بقیه هستش. ممنون، من اگر چیز فرصت شد در نهایت در آخر باز در خدمتتون هستم. مرسی، خیلی مشکرم میتونستاری از توضیحات شما. انشاءالله باز پایان بحثم برای جمع‌بندی نهایی در خدمت شما خواهیم بود. خب از همکاران گوارش اساتید حضور دارم، بسیار تشکر میکنم از حضورشون. جناب دکتر علی مددی از شما شروع کنیم، خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امشب. شما چون بیمار رو دیده بودید و در مشاوره شرکت داشتید از شما شروع میکنیم. جناب دکتر، ما وقتی مریضای هنوخمون دچار عوارض گوارشی میشن، هرچند که قابل انتظار هست در بیماری هنوخ که دو تا عوارض گوارشی بشه، اما نیم نگاهی هم به آی بی دی داریم، در مورد این بیمار نظرتون بفرمایید چقدر آی بی دی براش مطرحه و با توجه به اون کلاوینگ مشکوکی که دیتکت شده در انگشتانش سایر بیماری های گوارشی و اینکه بچه‌مون کاهش وزن هم داره چقدر مطرح هستش و نظرتون راجع به این بیمار بفرمایید. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر. صدای من رو دارید دیگه؟ من ترجیح میدم با توجه به محدودیت زمان از دوست خوبم آقای دکتر روحانی که در واقع آی بی دی من گوارش کودکان کشورمون خوشبختانه هستن دعوت کردم و ازشون خواهش کردم که تشریف بیارن تو برنامه
من ترجیح میدم زمان وقت شما و همکاران رو نگیرم و اگر صلاح بدونید از حضور ارزشمند ایشون استفاده بشه. خب برسه تو آی بی دی آی دکتر واقعا صاحب نظر هستن تو آی بی دی کودکان، استفاده کنیم از حضور ایشون و من هم از ایشون یاد بگیرم اگه اجازه بدید. بسیار جامعه روحانی خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه امشب ما هستید، در خدمت شما هستم. عرض سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم دکتر عزیز و همه اساتید محترم و بزرگوار. البته آقای دکتر علی مددی عزیز شکست نفسی میکنن و من عرضم به حضور شما که خودم در محضر ایشون شاگردی میکنم، درس پس میدم و ایشون یه لطف دارن وانه من از فرمایش های آقای دکتر استفاده میکنم، ولی از اونجایی که وقت شما محدود هست و استاد اینطوری صلاح دونستم، من در معیت شما اصلا ببخشید من در کم و کیف بیمار نبودم، استاد علی مددی در کم و کیفشون بودن. فقط من یه توضیحاتی رو عرض می‌کنم، اینطور که من برداشت کردم استاد علی مددی فرمودن، به نظر میرسد که این بچه در واقع یک از مسائلی که براش پیش اومده بحث تشخیص افتراقی احتمالی آی بی دی در بستر این کس که به هر حال تشخیص هنوخ بوده و درمان هنوخ شده و گویا همچنان گاهی وقتا مثل اینکه دفع خون داشته و گویا باز فرمایش های دکتر ضیایی عزیز فهمیدم که احتمالاً یک کالپروتکتین بالا هم داشته و بازم متوجه شدم که در استول اگزمش تا اونجایی که من متوجه شدم گویا خون نبوده است. این به اصطلاح چیزی بود که من تا الان اینجا فهمیدم، اگر شما دستوری دارید بفرمایید، اگر نه که من به همین مسائلی که اساتید فرمودن یه توضیح خیلی مختصری عرض بکنم خدمتتون شود که در خصوص آی بی دی استاد علی مددی عزیز مستحضر هستن که ما در بحث به هر حال بیماری ها شیوع هنوخ در واقع با آی بی دی همزمان در واقع به عنوان دو تا بیماری که با همدیگه از نظر ماهیت شاید کمی تفاوت داشته باشن به اصطلاح بی نادر نیست گزارش در واقع شده به هر حال هر دوشون با هم کنار هم دیده بشن، اما خدمتتون شاید تمام این یافته هایی که اساتید محترم فرمودن در خود هنوخ هم میتواند دیده شود و واقعیتش این است که تا زمانی که ما یک بافت پاتولوژیک یعنی پاتولوژی از مریض نداشته باشیم نمیتونیم قضاوت بکنیم که آیا خدمتتون شاید این بیمار واقعا یه آی بی دی در بستر هنوخ روش سوار شده یا اصلا به طور کلی یه آی بی دی ایزوله است که البته با تمام مشخصاتی که این مریض درمان شده قطعا بسیار بسیار بعیده که احتمال خیلی زیادی شد قطعا یه هنوخ هست. حالا بحث این است که آی بی دی هم به نظر من اسوسییتد با اون هست یا نیست، که اگه قرار باشه اینا رو از هم دیگه دیفرنشییت کنیم واقعیتش از نظر بالینی شاید خیلی نتونیم این کار رو انجام بدیم توی این مریضای مقاوم و خیلی سخت و قاعدتا نیاز داریم که توی یک شرایطی که مریض استیبل هست و خطر اینتوساسپشن و توکسیک نیوکولون براش وجود نداشته باشه، یعنی یه دیستنشن شکمی نداره، یه اسهال معمولی داره، حال عمومیش بد نیست، توکسیک نیست، بتونیم ازش یه پاتولوژی بگیریم. منتها خب بحث این است که قطعا این بیمار تا اونجایی که من احتمال میدم استروئید دریافت کرده، که به نظر استاد عصاری فرمودن که استروئید هم دریافت کردن خدمتتون شود که خب استروئید یه خود قیافه و فرمت بافت رو تغییر میده، اما ماهیت آی بی دی و ماهیت هنوخ به طور کلی تو پاتولوژی کاملا دو پدیده خیلی خیلی متفاوتن. یعنی ما در هنوخ درگیریمون بسیار ساده است و یک اینفیلتریشن نوتروفیل معمولا فقط داریم کنار معمولا بستر عروق در واقع و به مفهوم واقعی علائم کرونیسیته به خصوص درگیری روده بزرگ رو بسیار کم داریم در هنوخ. یعنی هنوخ یه بیماری است که عمدتا درگیری روده باریک و معده هستش. یعنی شما اگه آندوسکوپی کنید ممکنه چند تا زخم در واقع واضح توی معده ببینید، چند تا زخم هم توی اثنا عشر ببینید و معمولا گاستریک و دودنوم بیشتر اینجایی که گرفتار میشه اصولا در هنوخ. اما خدمتتون نشود که کلون به صورت کلی رکتوسیگموید ممکنه درگیر بشه، اونم در حد چند تا زایه آفتوس ممکنه ایجاد بکنه که پاتولوژیش عرض میکنم ماهیتا کاملا متفاوت از پاتولوژی آی بی دی هست که نشانه ای از کرونیسیته داره. یعنی ازمان رو در واقع ما توش میبینیم که ازمان با تجمع لنفوپلاسما سل در واقع در بیس کریپت ها در واقع دیده میشه و یه وایدنینگ کریپت ها و شورتنینگ در واقع کریپت ها رو داریم و حالا ممکنه آتروفی کریپت و برانچینگ و به هر حال ارزم بزرگ دیستراکشن در واقع کریپت رو داشته باشیم که اینا مراحل مختلف در واقع نشانه های کرونیسیته آی بی دی هستن. بنابراین
پاتولوژی به صورت خیلی جدی در واقع افتراق اساسی میدهد بین هنوخ و خدمتتون شود که آی بی دی و از این بابت میتونیم کمک بگیریم، چون کال پروتکتید بالا در هر دو دیده میشود و حال یه وسکولیت در واقع و این وسکولیت خودش کاملا اینفلیم میکنه رو داره و شما ممکنه حتی کال پروتکتین 3-4000 هم توی مریض هنوخی ببینید و این رد کننده بحث هنوخ نیست. ممکنه آر وایت بی سی هم در مطفوع یک مریض هنوخ ببینید، ممکنه آر بی سی هم ببینید، ممکنه هم هست نبینید و ممکنه هم هستش که شما مریضتون وقتی میدید آزمایش مطفوع میدید در اون لحظه خدمتتون نشود، همونطور که استاد فرمودن ممکنه بعد از مطفوع زخمی ایجاد شده باشه، خونی بریزه و مثلا این وارد نمونه مطفوع نشه که استول اگزم شما بدید و وایت بی سی یا آر بی سی ببینید. ولی به طور کلی چیزی که شما در هنوخ نباید ببینین به صورت کلی در آزمایششون وایت بی سی خیلی زیاده، مثلا 10 تا 15 تا 20 تا وایت بی سی شما میتونید ببینید، اما وایت بی سی منی در واقع از مشخصاتی است که شما یک کولایتیس در واقع درگیری ایجاد شده و خیلی بعیده که مریض شما هم عفونت داشته باشه و هم این که خدمتتون نشد که کلیت در واقع روش به اصطلاح سوار شده باشه که اونم ناشی از یک عفونت سوپر ایمپوز باشه نه یک آی بی دی مزمن، و همه اینا باز با یه پاتولوژی قابل تشخیص هست که بخوام صحبتمو کوتاه کنم. و معمولا از نظر ظاهر اندوسکوپی و پاتولوژی خلاصه این دوتا خیلی ماهیتا با هم دیگه فهم کنم و فکر می‌کنم اینجاست که خیلی میتونه به ما کمک بکنه. باز اگه سوالی بود استاد در خدمت شما هستم. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. یه بار دیگه بفهمید که چرا این مریض ما ماکروسکوپی خون داشته اما میکروسکوپی در آزمایش نداشته. خواهش میکنم. ببینید شما ممکنه که از گوشه مثلا از 10 سانت پایین 5 سانت پایین رکتوم یه زخم داشته باشید که خود هنوخ میتونه اینو ایجاد کنه. این آر بی سی میاد، یعنی خون میاد، توجه فهم مثل این مریضی که یه زخم یا یک شقاق داره. مریضی که شقاق داره بارها بره آزمایش مدفوع بده، شما ممکنه هیچ وقت خون تو آزمایشش نبینین چون نمونه استولش ممکنه حاوی خون نباشد. در صورتی که چون خون در واقع بعد از مدفوع به صورت قطره‌ای میچکه و ممکنه اصلا وارد مدفوع نشه و حتی اگرم بشه در واقع باز هم در واقع ما رو به عنوان یک پزشک در واقع ممکنه که به خطا بندازه، فکر کنه که این آر بی سی در واقع یک نشانه یک التهاب یک کلیت، در صورتی که کلیت شمایل شما اصلتاً با وایت بی سی هست، یعنی شما باید یه مقدار زیادی دبلیو بی سی ببینید، در واقع کاری به آر بی سی ندارد. بنابراین خیلی پیش میاد که ما حتی مریض آی بی دی داریم، حتی اونی که مدفوعش در واقع کاملا کلیت هم داره و از خود داخل روده هم میاد و ممکنه مریض در واقع قسمت بلغم و خلط مدفوعش رو بذاره، یهو میاد 500 تا وایت بی سی میاد، میگن منی وایت بی سی، یه وقت هم هست یه قسمتی رو میذاره برای نمونه مدفوع که خدمتتون نشود که خلط نداره، قسمت سالم روده با اونجا در تماس بوده، مثلا میگن 20 تا آر بی سی بود، 30 تا دبلیو بی سی در واقع شما دیدید و این ممکنه اصلا تو دو روز اتفاقا پیش بیاد و ما فکر کنیم ای بابا چطور دبلیو بی سی وایتمون اینقدر خوب به درمان جواب داد شد 20 تا، در صورتی که فرداش دوباره آزمایش بدیم ممکنه بشه دوباره منی. بنابراین این خیلی چیز سیگنیفیکانتی نیست. پس ممکنه مریض شما دو تا نمونه مدفوع از خود مدفوع داده ولی خونش از یه زخمی بعد از مدفوع میاد که اصلا ربطی در واقع به خود استول نداشته باشه، بنابراین پدر مادر همونطور که شما فرمودید ممکنه درست بگن، یعنی خون واقعا وجود داشته باشه، رو سنگ توالت هم خون بریزه ولی تو نمونه مدفوع نباشد. بنابراین این که آزمایشگاه آر بی سی نخونده رد کننده خون تو مدفوع نیست، ولی اینکه مریض آی بی دی داشته باشه با این مشخصات نه اینکه اصلا امکان پذیر نیست ولی خب خیلی شایع نیست. بسیار سپاسگزارم. جناب سالی در خدمت شما هستیم. سالی دارید. خیلی ممنون آقای دکتر روحانی از توضیحات شما. من آقای دکتر خانم دکتر اسدی هم در شرحالشون نوشتن یک کلاوینگ مشکوکی بیمار داشته و با اون افتیتی. من از خدمتتون یا استاد علی مددی خواستم خواهش کنم که هیچ تصوری که این بیمار یک مشکلات گوارشی داشته باشند، یک بکگراندی که چون ریهشون چه چیزی نگفتند، یک مشکلات گوارشی داشته باشند و کلاوینگشون هم در ارتباط کن باشه، حالا بیماری های چه مالنیوتریشن چه به صورت تغذیه یا ابزورپشن به صورت حالا سدیاک و اینا من نمیدونم، یا حتی اگر از طبعه افغانستان باشند در جیهای گوارشی فونی به خصوص تیبی جی آی در اینها
چنین چیزهایی رو برای من از تصور میکنید که مطرح باشه با اون یافته‌های کلابینگش؟ من جسارتا از استاد علی مددی باز اجازه میگیرم صحبت میکنم. خدمتتون هستم استاد. در خصوص فرمایش های حضرت عالی قطعا عرضم به حضور شما که این مسائلی که شما فرمودید میتونه مطرح باشه، یعنی این که تبعه بودنش در واقع همطور که استاد زیایی فرمودن و یا بحث تیبی گوارشی با توجه به وجود افتیتی غالبی که این بچه داره و عرضم به حضور شما که نمیدونم خدمتتون اشارت که فرمایشی که فرمودید در خصوص اینکه کلابینگ به هر حال در بستر یک بیماری گوارشی مزمن باشه، صرف دیدن یک کلابینگ ما بگیم ما حتما به بیماری های گوارشی مزمن حالا از تیبی گوارش گرفته فکر میکنیم تا بحث خدمتتون اشارت یک کرون احتمالی یا عرضم به حضور شما سایر بیماری های گوارشی که ممکنه کلابینگ ایجاد بکنه مثلا اپسید یا خیلی از بیماری های دیگه این مدلی که ما داریم، صرفاً وجود یک کلابینگ باعث نمیشه که ما این فکر رو بکنیم، ولی خدمتتون ارشد چون کلابینگ ممکنه در یک جمعیت بسیار محدودی هم حتی شما به صورت عادی هم ببینید، ولی خدمتتون ارشد که در خصوص این مسئله بررسی بیماری مزمن گوارشی به خصوص با منظره کرون در واقع و همونطور که فرمودید تیبی حالا دستگاه گوارش که میمیکرش هست در واقع و میتونه کلابینگ ایجاد بکنه و میتونه میمیکر یک کرون هم باشد و با توجه به وضعیت بچه و افتیتی و اینا بررسیش به نظر من هیچ ضرری نداره. مطمئنن اساتید چون استروید به بچه دادن من فکر میکنم قطعا خدمتتون شود که حتما از نظر تیبی و اینجور مسائل فکر میکنم بچه را قطعا بررسی کردن، اساتید روماتولوژی قطعا این کار انجام شده، ولی فکر میکنم خدمتتون شود که با این مشخصات نه اینکه در تاپ لیست ما باشه، ولی من فکر میکنم باید حتما بهش فکر کنیم و به قول فرمایش حضرت عالی بیماری های مزمن گوارشی رو چک کنیم. اگر بچه استیبل به هر حال من توصیه میکنم که اساتید اگر صلاح دونستن در واقع یه بررسی پاتولوژیک از مریض بشه، شاید خیلی کمک کننده باشه اگه مریض شرایطش اجازه میده. و استاد اساری هم باز اشاره فرمودن که در رابطه با نقش کورتون در هنوخ کتابای ما و مقالات جدید ما هم توضیحات استاد رو فرمودن که میگن به طور کلی ما فکر میکنیم اگه استروید رو ارلی آنست در مریض هنوخ شروع کنیم که علائم گوارشی قابل توجه دارد، از عوارض و طول دوره بیماری اینتوساسپشن، عوارض جراحی، سایر مشکلاتی که ممکنه مریض در اود یا غیره خدمتتون اشارت که ممکنه که بتونه کمک کننده باشه، حالا بعضی با پردنیزولون بعضی با متیل، همه این رو اشاره کردن که به طور کلی ترندشون در رابطه با استفاده از استروید در واقع وجود داره در مورد مریضای گوارشی و علارغم اینکه قبلا کانتروورسیال بود الان یه مقدار کفه ترازو توی کتابای ما حداقل و مقالات ما به نفع استفاده از استروید هست. بسیار متشکرم. خیلی خیلی متشکرم استاد از توضیحات بسیار خوب شما. بسیار استفاده کردیم. متشکرم. جناب دکتر علی مددی شما توضیحاتی دارید بفرمایید. در خدمت شما هم باشیم. سلام مجدد عرض می‌کنم. نه مثل همیشه یاد گرفتم از دوست خوبم آقای دکتر روحانی. خب این مریض رو من چون تو اورژانس دیده بودم الان یه چیزی یادم میاد. تنها نکته‌ای که الان برای ما به عنوان گوارشی در واقع نگران کننده بود و مریض رو تو فیلد آقای دکتر روحانی در واقع شاید ببره این هست که مریض یه وزن 20 کیلوگرم و قد 122 سانت داره، اولش فکر می‌کنم 9 سال 10 سالش بود بچه که تو این سن انتظار داریم که 30 کیلوگرم وزن باشه تقریبا داشته باشه و قد 130 داشته باشه، بشه قدش برای ما مهم هست و اون کلابینگ که داشت که به خاطر این حالا فکر می‌کنم شاید همونطور که استاد روحانی هم فرمودن بد نباشه بیماری بررسی پاتولوژیک بشه از لحاظ آی بی دی. حالا این هنوخی که الان هست درست، ولی همه علائمش رو هنوخ خیلی توجیه نمی‌کنه. از اون طرف خب کالپروتکتین هم استاد روحانی فرمودن کالپروتکتین خیلی اختصاصیه، شاید آی بی دی نباشه، هرچند عدد کالپروتکتین خیلی بالا هست، ولی ما یه مطالعه فکر می‌کنم تو مرکز به کودکان خانم دکتر اسنا اشعری فکر می‌کنم انجام دادن که خدمت استاد زیایی و شما بودیم. خب کالپروتکتین تو هنوخ هم ممکن هست بالا بره و اتفاقا بالا بودنش خب پروگنوز رو بدتر میکنه و احتمال درگیری کلیوی رو در آینده در واقع تو هنوخ اگر درست یادم باشه یا جزء یافته‌های مطالعه بود که میتونه افزایش بده. خب با توجه به قد و وزن و کلابینگی که این بچه داره خب بد نیست از لحاظ در واقع پاتولوژیک طبق فرمایش استاد روحانی بررسی بشن از لحاظ آی بی دی و از اون طرف خب سلیاک هم میتونه هم کلابینگ هم اختلال رشدش رو توجیه بکنه و یه چک تی تی جی شاید به عنوان غربالگری سلیاک بد نباشه.
بسیار متشکرم جناب دکتر علی مددی، هم از حضورتون هم از توضیحات بسیار خوبتون. خب خانم دکتر تحقیقی، بله در خدمتتون هستم. آقای دکتر طالع‌زاده ظاهرا میخوان یه فایل شیر بکنن. آقای دکتر اون مستطیل پایین میتونید بزنید و شیر بکنید تا آقای دکتر فایلشون رو شیر بکنن، احتمالا توضیح دارن. من در ادامه صحبت‌های خانم دکتر عصاری نکته رو بگم. ما دو تا در واقع ترم داریم که این دو تا ترم، حالا ما چون چند ماه اخیر در گروه خودمون در گروه روماتولوژی هم بحث داشتیم با همکاران، نمیدونم حالا امیدوارم همکارا باشن اینجا و اگر نظری دارن بالاخره یا بنویسن یا بفرمایند. یکی بحث ریلپس هست و یکی ریکارنسی در هنوخ که واقعا تعریف خیلی مشخصی نداره، ولی از بر اساس در واقع تجربه من و برداشت من از متونی که حالا بالاخره مطالعه کردم، ریلپس رو ما در فاصله کوتاه بعد از فاز اولیه بیماری میبینیم. یعنی بیماری که حالا خانم دکتر گفتن در یکی دو ماه اول، واقعا شاید یکی دو ماه مثلا 4 تا 8 هفته واقعا زمان خوبی باشه. ظاهرا هم همه همکارا ما اتفاق نظر دارن که همین 4 تا 8 هفته رو در نظر بگیریم و بیماری هنوز تموم نشده. یعنی مثلا ما کورتون رو اگه کورتون دادیم داره کورتون رو کم میکنیم، دوباره علائم برمیگرده. ظاهرات پوستی هنوز کامل محو نشده، دوباره برمیگرده. درد شکم هنوز وجود داره و مثلا بیماری خود ناپریزی میکنه، دوباره دل دردش برمیگرده. این رو ما ریلپس میدونیم. ولی اگه بیماری تمام شود و دارویی که دادیم قطع بشه، بیمار به زندگی عادیش برمیگرده، محدودیت‌های غذایی که داشتیم برطرف میشه، فعالیت فیزیکی داشتیم برطرف میشه و مجدد علائم بیماری برمیگرده، اون رو باید ریکارنسی که این زمان شاید واقعا همون 2 تا 3 ماه بعد از فاز اولیه بهتر باشه. یعنی یه خورده باید فاصله بدیم با بیماری اولیه که بیمار هنوخ داشته تموم میشه و وقتی برمیگرده مثل یک هنوخ جدید هست. یعنی علائم یعنی کرایتریا رو دوباره پر میکنه. فقط این نیست که ضایعات پوستی، چون تو کتاب نلسون و اکثر رفرنس ها نوشتن که ضایعات پوستی ممکنه در طی سال اول، خصوصا چند ماه اول، به صورت ریکارنت و به دنبال فعالیت شدید برگرده. اونو من به نظرم نباید ریکارنسی هنوخ بدونیم، چون نه معیارها رو پر میکنه و خب بالاخره اون زایاتی که برمیگرده خیلی شدتش به اندازه اولی هم نیست. تک توک مثلا بچه یه روز شیطونی میکنه، بازی میکنه، یه 4 تا زایه پورپورا رو پاش میزنه، فردا صبحش هم میبینیم محو شد و یکی دو روزه برطرف میشه. ولی بیماری مثل این که کاملا با علائم اولیه برمیگرده، یعنی زایات پوستیش دوباره مثل روز اوله، علائم گوارشی اگه داشته یا نداشته الان علائم گوارشی پیدا میکنه. یعنی کرایتریای هنوخ، حالا چه بر مبنای ACR چه بر مبنای پرسیولار رو نگاه بکنیم، ببینیم دوباره کرایتریا رو پر میکنه. اینطوری نیست که بخوایم برگردیم بگیم چون سابقه هنوخ قبلی داره اون رو ما در نظر بگیریم و الان بگیم که هنوخ پیدا کرده. نه، مستقل از این که قبلا هنوخ داشته یا نداشته دوباره بیمار معیار پیدا میکنه و ما میگیم هنوخش چون یک بار داشته الان بار دومو بگیم ریکارنس است. حالا آیت سالزاده احتمالاً بحث من رو تکمیل میکنه. ما تو ریکارنت هنوخ چند تا تشخیص افتراقی باید مد نظر داشته باشیم. همین یکیش بحث بیماری های التهابی روده. ما بیمارانی داشتیم که فکر میکردیم هنوخ اند کورتون میدیم یه مقدار فروکش پیدا میکنه، فاز دومش میبینیم حتی شدیدتر از فاز اول میاد، درست مثل این بیمار شدیدتر از فاز اول هم میاد، باز هم هنوخ فکر میکنیم هنوخ ریکارنت درمان میکنیم، ولی میبینیم این دفعه خوب به درمان پاسخ نمیده، یا اگه پاسخ هم میده دوباره یه ماه دو ماه بعدش دوباره یک فاز سومی از هنوخ رو میبینیم. خب اینجا حتما باید فکر بیماری های التهابی روده رو داشته باشیم. بیماری‌های دیگه‌ای هم هستن که ممکنه این حالت رو داشته باشن به صورت نادرتر. خب بیماری پان هم ممکنه خیلی شبیه هنوخ باشه و به صورت هنوخی که حالا البته اون رو بیشتر باید بگیم ریلپسی که خیلی خوب به درمان جواب نمیده و تا دارو رو کم می‌کنیم شاید اون تو اون در واقع پیکچر بگنجه. و حالا بحث موتاسیون ژن MEFV که میتونه خودش باعث بیمارانی که FMF ندارن ولی موتاسیون رو دارن میتونن در واقع باعث هنوخ ریکارنت بشن. و یه چند تا تشخیص افتراقی نادرتر هم هست که حالا اگه فرصت شد حالا یا من یا همکاران میگن یا اگرم نگفتیم خیلی مهم نیست، اونا شیوعش خیلی کمتر است. ببخشید آقای تو سوال زدی، نمیدونم اگر نتونستید فایلتون رو شیر بکنید میخواییم برای من تلگرامی بفرستید تا من شیر بکنم. خیلی من آقای دکتر من نتونستم، چون که به من میگه که من متاسفم نمیتونم من توانش شیر کردن فایل رو ندارم اینجا.
من تو واتساپ برای گروه فرستادم، شما لطف کنید اگر واتساپ رو بردارید اینجا بذارید خیلی ممنون میشم. خانم دکتر تهیگی من میتونم صحبت کنم؟ استاد اگر اجازه بفرمایید. بله چشم. در خدمت استاد باشی بعد مجدد به شما برمیگردید. استاد رئیس کریمی خدمت شما سلام عرض کنم، در خدمت شما هستیم. بله سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز. تشکر از لطف آقای دکتر سعادت‌زاده و همچنین آقای دکتر علی مددی و آقای دکتر روحانی که تشریف آوردن، امشب خدمتشون بودیم. من فکر میکنم برای اینکه قضیه رو خیلی در واقع پیچیدش نکنیم، حالا توی اسامی نریم، بالاخره هنوخی که همون روزای اول برمیگرده، همون حالا عنوانی که بهش بذاریم مثلا ریلاپس، حالا در واقع بیماری هستش که حالا یا تو تیپرینگ ما برمیگرده یا همون بلافاصله اگر کورتون بهش ندادیم بعد از ترخیص برمیگرده. اونایی که چند ماه بعد برمیگردن خب ابتلای مجدده دیگه، حالا فرض کنیم که بالاخره اینا میتونن مجددا مبتلا بشن، حالا هر عنوانی میخوایم براش بذاریم. اما سه چهار تا از اینا، یکی اونایی که مقاوم به درمانن از همون ابتدا، حالا چه زایات پوستی چه بقیه زایات، چه اونایی که در واقع مکرر عود میکنن، یعنی بیشتر از اون چیزی که ما توقع داریم حالا ابتلای مجدد و مکرر دارن، و یا شدت علائم غیر معموله، تو این موارد من فکر میکنم که باید به فکر چیزای دیگه اون موقع بیافتیم. حالا چند تا شاید دکتر زیادی اسپوردن یا هم خانی و همزمانی که این با بیماری های دیگه مثل FMF و بقیه واسکولیت ها اینا با هم دیگه دارن، فکر میکنم که اون موقع ها باید به این قضیه فکر بکنیم که بالاخره چون هنوخ بالای 70-80% خیلی راحت و ساده‌ن، اونایی که یه اتفاقی براشون میفته بالاخره یه چیزی اون زیرا هست که باید دقت بکنیم. یا حالا موردی ما هفته پیش داشتیم که بیمار با درد شکمی رفته بود با تابلت تیپیک آپاندیسیت، بارها همه دوستان با اینا مواجه شدن دیگه، رفته بود و در یکی بیمارستان ها جراحی هم شده بود، دو روز بعد از جراحی زایات بوستی خیلی شدید، یعنی ما این دو سه روز ذکر خیر آقای دکتر زیایی هم با دوستان میکردیم که دکتر میگن که اگر گوش بیماره بگیری به پیچونی پر از زایعه میشه، واقعا این بیمار ما هر دو گوشش هم پر از زایعه بود، و البته درد شکمی شدید هم هنوز داشت که خانو درمان شد و با استروید و مرخص شد با حال عمومی خوب. حالا باید صبر کنیم ببینیم آیندهش چی میشه، ولی اینا معمولا مواردی هستن که بالاخره ساده نیستن، باید پیگیری بشن، احتمالا یه چیزی اون زیرا هست. در خدمت شماست. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، متشکرم از شما. آیتور سانیسای در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون آقای دکتر رئیسی گرامی و خانم دکتر و آقای دکتر زیادی و آقای دکتر مددی روحانی، خیلی از شما تشکر و خانم دکتر اسدی از شیر این بیمار. من پر میگردم خانم دکتر به این آقای دکتر، این عنوان رو میارید همین استاد بیایی لطف میکنید. استاد پتی راسفتی از من خواسته بودن که در نوشتن این چپتر من کمکشون کنم. این راجع به هنوخ هست که یکی سیرالا پرزنته میکنه و بحث میکنه. بریم آقای دکتر صفحه آخر این رو لطف میکنید، صفحه پنج این رو بیارید. من اونجا یک متنی رو که دکتر راست با اصطلاح اینو چیز کردم، تایید کردم. بریم صفحه بعد آقای دکتر، آخر آخر. بله آقا همینجا آقای دکتر باشید، تمیم خیلی من ببینید. نه دیگه آقای دکتر بیارید پایین، بالای ریفرنس بیارید پایین آقای دکتر، بیارید لطف کنید، بیارید پایین آقای دکتر. بله صفحه قبل بیارید پایین آقای دکتر، همین ریفرنس چهارده به همینجا باشه. خیلی ممنون. اینجا این همینجا باشه، آخرین پاراگراف میخوام نگاه کنیم. ببینید آقای دکتر، در این چه من نوشته که انفکشن لاین ممکنه گاهی ریکورنت باشه، ممکنه عفونت های تنفسی در اون ده حالت داشته باشن، مخصوصا فارنژیت استرپتوکوکی و در اتیوپاتوژن زون و پروفلاکسیک یا آنتیبیوتیک ریکامند شده به توسط بعضی از نویسندگان، بعضی از به اصطلاح نویسنده و حتی تانسیلکتومی در ریکورنت هنفشن لاین پرپورا. خانم دکتر ما وقتی درس میخوندیم، استاد مرادی نژاد اینجا تشریف ندارن، من در مشهد هم خدمت استاد عقیقین رو عرض کردم، من بیمار هنوخی داشتم 18 بار هنوخش عود کرد،
اتفاقا فامیلش هم افغانی بود، فامیل اون افغانی بود، ایرانی تبار بود ولی فامیلش افغانی بود، که استاد زیای تذکر به من دادن، خیلی ممنون است. من نمیدونستم اون نکته رو. 18 بار هنوکش آنلاین گرفت. بعدها من مریض های هنوک نزدیک خودم شخصا به 7 بیمار هنوکش آنلاین داشتم که اینا چندین بار هنوک گرفتن. 2-3 مورد از اینا بیماری FMF داشتند، مخصوصا مفشنشون M696 وی به صورت هموزایگوت بود، ولی بدیه نه. سابق در کتاب ها نوشته شده بود اگر بیماری با استرپتوکوک هنوکشون لاین گرفت بیش از 2 بار، یعنی 3 بار هنوکشون لاین گرفته باشه با استرپتوکوک، اون بیمار اندیکیشن پروفلاکسی پنیسیلین داره. سابق در کتاب ها این نوشته شده بود، برای اینکه بعدها این دیگه در کتاب های حتی تکست نلسون این جمله بود، در نلسون هایی که اون زمان ما میخوندیم این جمله بود توش، اگر بیماری با استرپتوکوک بیش از 2 بار هنوخ گرفت اندیکیشن پروفلاکسی پنیسیلین مثل روماتیک فیور. بعدها این هست شد، این نیامد در کتاب ها. حتی این مقاله اینجا من ریفرنس 14 را جا بودم، اینجا تانسیلکتومی رو به عنوان یک درمان برای ریکارنت ها بودم. من از استاد زیایی میخوام دوباره اون دفعه هم این مطلب رو خدمتشون عرض کردم. من خودم شخصا با توجه به این تجربه ای که داشتم یک ترم جدیدی رو به این وارد کردم به نام ریاکتیو. ببینید مریض میاد پیش ما به هنوخ، درد آرترایتیس رو داره، راش رو داره، آرترایتیس رو داره، خب این هنوخ دیگه، این راش این آرترایتیسش. 10 روز بعد مثل همین مریض ابدومینال پینش میاد. اینجا این نه ریکارنت نه ریلپسه، این در واقع ریاکتیویشن یه ارگانی دیگه است. واژه ای که اینجا باید براش به کار ببریم ریاکتیو شدن یک ارگان درگیر دیگه، یعنی یک ارگان دیگه درگیر شد، یعنی این پروسه واسکولایتیس، پروسه ایمینوپاتوجنز یک ارگان دیگه را گرفت، این دیگه ریاکتیو شدنشه، اینجا نه ریلپس نه ریکارنت. وقتی ریکارنت هست، یعنی آقای دکتر فرمودن چندین هفته، حالا ما عدد نمیشه گذاشت، ولی وقتی پروسه بیماری کامل بهبود پیدا کرده، مریض دوباره هنوک گرفت، مریض دوباره هنوک گرفت، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، مریضی که من خدمتش هم عرض کردم 18 بار هنوک گرفته، شاید در از 12 سال 18 بار هنوک گرفت، مریض FMFی داشتم چندین بار هنوک گرفت. و جالب بود برای من اونا راشاشون هم فقط در اندام تحتانی نبود، یعنی هر موقع هنوکی من میبینم گوشش لاله، گوشش هم مثلا راش داده، میگم نکنین از اونایی باشه که ریکارنت خواهد بود، یعنی اوت خواهد کرد چندین بار. اگر بیماری پروسه بیماریش کاملا خاموش نشده ولی دوباره، یعنی همون بیماری رو داره ولی در طی پروسه بیماریش 8 هفته گذشته، 10 هفته گذشته، ولی بعد از 8 هفته، بعد از 10 هفته میبینیم ای اومد پیش ما که من مریضشو داشتم عرض میکنم خدمتتون، با سردردهای بسیار شدید، با تاری دید، میگه سردرد داره و CNS واسکولایتیس هنوکی. این CNS واسکولایتیس هنوکی، این مدل هنوکی که بخواییم براش بگیم، این چه اسمی باید براش بذاریم؟ این ریلپس هنوک هست در این بیمار، در CNSش در جیر، یا ریاکتیو شدنش CNSش در جیر. من یعنی آقای دکتر زیایی فرمودن ما در این ترم ها در هنوکشنلاین واقعا مشکل داریم، ما نداریم، همه دنیای مشکل رو دارن. اگر ما بتونیم اون بحثی که راه انداختیم، اون بحث رو به یک نتیجه برسونیم، بگیم آقا بیمار هنوکی اگر در همون چند روز اولش، در چند همون تقریبا چند هفته اولش یه ارگان جدید به ارگان قبلیش اضافه شد، براش این واژه حالا من پیشنهادم این ریاکتیو رو بزنیم. اگر در سیر همون ولی در چند هفته بعد، در 1-2 ماه اول عضوی دیگری براش درگیر شد، ریلپس رو براش بذاریم، بگیم ریلپس کردیم. و اگر کامل خوب شد بعدها یک آرزهی به جا گذاشت، اونجا براش ریکارنت رو بذاریم. و این ریکارنسی رو آقای دکتر رئیس شرمی برای مفشن FMF فرمودن، درسته یکیش از آنها FMF هست، مخصوصا M696 وید به صورت هموزایگوت، ولی استرپتوکوک شایع‌ترین علت ها برای ریکارنت بودن هنوک. حتی در خارج هم داشته اچ پایلوری را هم چک میکنن در بیماران هنوک،
چش فایلوری رو چک میکنم. من استاد علی مددی و دکتر روحانی بعد این با این ترم آشنا باشن. ترمی هست به اسم جانوتیکروستی. جانوتیکروستی ناشی از کپسول کبد درجیل میشه و راش کاملا شبیه هنوخ میشه. بیمار درجیلی اندام تحتانش جانوتیکروستی کاملا شبیه یک راش هنوخی ایجاد میکنه در اندام تحتانی. و به تشخیص های استازیایی یکی را هم اضافه کنم من اگر اجازه بدن، کرایوگلوبونیمیک واسکولایتیس کاملا زایاتش، البته اونجا یک مقدار نکروزینه هم هست، ولی کرایوگلوبونیمیک واسکولایتیس که در اطفال ما کم داریم ولی با هپاتیت های بیوسین هست، اونم زایاتش شبیه زایات هنوپی هستش و واسکولیت دقیقه باقی اصلا میمونیم، پاتولوژیش هم میشه واسکولیت ولی آی جی دستار دیپوزیشن نداره. من فکر میکنم که اگر استاد زیایی بتونن اون بحث ریاکتیویشن، بحث ریکلپس بودن و بحث ریکارنتی رو ما به جایی برسونیم، حتی در عرصه جهانی حرفی برای ارائه مطلب داشته باشیم که آقا اینا رو به عنوان یک تعریف برای هنکشن لاین بپذیریم. خیلی ممنون هستم خانم دکتر. بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر تحقیقی ببخشید یه لحظه، من فراموش کردم، من میخواستم از خانم دکتر تحقیق‌پور هم بابت پرزنتیشن و مخصوصا بابت اون اسلاید آخرشون که نقشه ایران داخل قلب خیلی خیلی اسلاید قشنگ و به جایی بود، دستشون درد نکنه، میخواستم ازشون تشکر کنم. خیلی متشکرم، تشکر بسیار به جایی بود، سپاسگزارم. اینه تو بله خانم دکتر تحقیق‌پور خیلی ممنون از شما. خانم دکتر دستتون هم بالا بود، سوالی داشتید یا اشتباه شده؟ نه دستم خورد. خب استاد صادقی دستشون بالاست، خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم. استاد رو هم دوباره گذاشتم، بسیار زیبا. شب شما بخیر، ممنون از وقتی که به من دادین. فقط میخواستم از استاذیه ایزه بگیرم یه فایل به اشتراک بذارم. من هم همون مشکل استاد صالح زاده رو دارم، اجازه اشتراک فایل نمیده. حالا باز تلاش میکنم ببینم اگه شو که نه اجازه نمیده. فایل کتاب بخواب دکتر، فایل کتاب اونه. من خواستم دو تا نکته رو یادآوری بکنم، یه صفحه کتاب رو میخواستم نشون بدم. حالا اگه شد خدمتتون میگم. خیلی ممنون، بعد میخواستم راجبه خب میخواین شفاهم بفرمایید. شفاهم آخه میخواستم راجبه دو قسمتش صحبت کنم، یکی کمی سخت میشه. ممنون میشم اگه اجازه بدین، اگه تونستم شیر کنم در خدمت باشم. ممنونم پس ما منتظر میشیم. خب خانم تاثری عزیز، جنبندی نهایی در خدمت شما باشیم، اگر مطلبی باقی مونده بفرمایید، در خدمتون هستیم. سلام مجدد، ممنون واقعا استفاده کردیم، ممنون از استاد صالح زاده بزرگوار و اساتید دکتر روحانی عزیز و دکتر علی مددی بزرگوار. نه نکته دیگه نه، فقط فالوآپ این بیماران هم حواسمون باشه که خیلی مهمه، چون که این بیماران احتمال عود مخصوصا کلیوی اگه دنبال آرزه کوتاه مدت گوارشی موربیدیتی گوارشی نگرانمون هست، کوتاه مدت بلند مدت کلیه هستش که حتما باید اینها بررسی بشه. حتی میگن که هوم دیپستیک داشته باشن هفتگی، ماهای اول دوم و بعد ماهانه تا 6 ماه و بعد تا 2 سال حتی این بررسی بشه. من این جلسه آخری که بیمار رو دیدم، راستش هم طبق فرمایش دکتر علی مدی، چون یه مقدار باز هم نگران این ظاهر بیمار بودم و قد وزن پایینی داشت، هم سلیاک رو چک کردم، هم کارپروتکتین رو مجددن چک کردم و هم راستش چون فشارش داره آپر لیمیت نرمال بود، من به سمت حالا هم از نظر آی بی دی و پیانکا سیانکا هم چک کردم، هم از نظر واسکولیتا که خیالم راحت بشه، ولی خب یه سال مریض هیچ وقت بالا نرفت و این یه سال نگرانمون رو کمتر میکرد. ممنونم، متشکرم. ممنون از شما خانم دکتر بابت به اشتراک گذاشتن بیمار و توضیحاتتون، و انشاءالله فالوآپ بیمار باز در خدمت شما خواهیم بود و در جلسات بعد میگیم. جناب دکتر صادقی در خدمت شما هستیم. تشکر، سپاس از استاد زیایی، عرض سلام خدمت همه اساتید. خانم دکتر فایلی رو که ملاحظه میکنید صفحه 462 کتابمون هستش. قسمت نارنجیشو که ملاحظه میفرمایین اول بپرسم قابل مشاهده است دیگه خانم دکتر، درسته؟ بله. شما میگیریم این بحث کلشیسین هستش. استاد زیایی، استاد صالح زاده سوال کردن
که این قسمت رو گفته که کیس ریپورت های متعددی گزارش شده که تو مریضایی که آی جی ای واسکولایتیس دارن همزمان براشون کلچیسین استفاده کردن بهبود داشته، ولی فقط مسئله که مطرح کرده ریکارنت کوتانوس لیژنشون بوده، به کلچیسین تریتمنت کردن و جالبه گفته یک کیس ریپورت همراهی داشته با آسپیرین. من در واقع یه بحث دیگر رو میخوام مطرح بکنم و در کنارش یه سوال مطرح بکنم، نظر اساتید رو بپرسم. این قسمتی که زرد هستش، باز قسمت بالایی هستش، میگه که مطالعات دیده شده که وقتی که مریض رو با کورتون نمیتونیم کنترل بکنیم، میام از داروهای سایر استروید اسپرینگ ایجنت ها مثل سیکلوسپورین، میکوفنولات، متوتریکسه، آی وی آی تی، سیکلوسپورمات و بلاره آزاتیوپرین استفاده میکنیم. حقیقتش من یه مریضی داشتم ریلپس های مکرر داشت، سه دفعه، دفعه آخر که ریلپس کرد با کورتون و آزاتیوپرین بیماریش رو کنترل کردم. این سوال خودم، ولی حالا الان دو تا سوال مطرح میکنم. فکر میکنین کدوم دارو از این داروها خوب باشه؟ اندیکاسیون استفادهمون چی باشه؟ و آیا این کیسی که مطرح شد که دو دفعه درگیری گوارش براش ایجاد شده میتونه یک کیس خوبی باشه که ما در کنار مریضی که داریم، در کنار کورتونی که داریم براش مصرف میکنیم، سایر داروهای ایمونوساپرسیو استفاده بکنیم یا نه؟ قسمت آخرم که سوال هستش که ملاحظه میفرمایید قسمت پایین سفید هستش، گفته هر تا مریضای مقاوم به درمانم میتونین ریتوکسیماب استفاده بکنین. با اجازهتون این بحث آموزش فلوامون باشه. سوالاتم که خیلی خوشحال میشم نظرات اساتید بدونم یا تجربیاتشون رو بشنوم. ممنون. بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، از نکات بسیار خوبی که گفتید. اتفاقا این کلچیسین سوال جزء سوالات بورد سال گذشته هم بود. خب استاد سالیس در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون دکتر پیمان از مطرح کردن کیستون. دکتر پیمان، من باید بدونم که مریض شما در حالت ریکورنت شدن گوارششون درجه شده که خیلی به کورتون های زیاد نیاز نخواهد، ولی اگر ریلپسه، یعنی شما مریضتون روی درمان استرویدتون بوده و زیر درمان شما مریض دچار ریلپس شده، بله اینجا شما یک قدم بالاتر میرید و از داروهای ایمونوساپرسیو قوی تری استفاده میکنید. آزاتیوپرین من خیلی، من هرچند در روماتولوژی برای یوبهیت و برای ما اون زمان از آزاتیوپرین و متوتروکسات رو گاتی میکردیم، بیولوژیک نبود دیگه، یعنی وقتی مریض به جایی میرسید دارو نداشتیم، امتیکس و آزاتیوپرین با هم به مریض میدادیم، گاهی نمیتیو آرتیو تشکر میشه. آزاتیوپرین رو نمیدونم، ولی آقای دکتر مریض اگر زیر درمان شما، یعنی مریض ریلکس ها، ریکارنت نیست، ریکارنت تشریفش مشخصه، شما میرید دوباره براش کورتون تو شروع میکنید، ولی اگر ریلپس هست به نظر من زیر کورتون شما علائم در رو میکنه، یه میین ساپرسیو قوی تر، من خودم شخصا همیشه از آی وی آی جی استفاده کردم و پالس کورتون، یعنی نرفتم سراغ سیکلوفوسامایت. سیکلوفوسامایت همیشه آخرین داروه، سیکلوفوسامایت اولین داروی ما نیست مگر سی ان اس درگیر بشه، یعنی مریض جای از درگیری داره که بریم آخرین تیرمون رو شلیک کنیم، ولی من از پالس و کورتون با آی وی آی جی استفاده کردم، هرگز از میتوکسیماب اینا استفاده نکردم. در همیشه پلن خودم در مواقع ریلپس استفاده از آی وی آی جی و پالس و کورتون مجدد با هم تو هم بوده. ببین در کابازاکی هم ما همین استفاده میکنیم، یعنی نمیریم سراغ داروهای خط تا آخرمون. اما در مورد کلچیسین و ضایعات پوستی، آقای دکتر کلچیسین از اون داروهایی است که ضایعات پوستی مقاطی رو خیلی خوب کنترل میکنه، به خصوص ضایعات پوستی مقاطی که به اصطلاح از نظر بیس ایمینوپاتوژنزشون نوتروفیل دیپندنت هستند، یعنی نوتروفیل ها نقش اساسی دارن، مین رول مال نوتروفیل هاست. کلچیسین از اون داروهاست که نقش اساسی داره و در بهچت هم میبینید ما مخازایت مخاطی پوستی میریم سراغ کلشیسی. اینجا هم که این مطالعه اومدن استفاده کردن برای من هم نکته جالبی بود، چون خودم یک بیماری داشتم زایات پوستیش، اسم این مریض بود، زایات پوستیش اونقدر تو چشید، من در سربازی برای این معافیت گرفتم، گفتم محکم قدم بزن، این قدم روی محکم میرفت، در آموزش راش میزد، از ترس بهش معافیت دادن اومد که دچار زایات، شهرام قربانی بود اسمش، مریض شهرام قربانی بود، زایات پوستیش 10 سال بیشتر طول کشید، دار هیچ وقت خاموش نشد. اون موقع اصلا کلچیسین اونطوری من نبلد بودم، نه
ریپورتی کنده بودم که استفاده میشه برای زایات کرونیک پوستی هنر. الان این رو من یاد گرفتم که برای زایات کرونیک پوستی کلشیسین هم داروی مورد استفاده بود. این نظر من آقای دکتر، حالا اساتید دیگه استفاده میکنم اگه بشنوم. خیلی متشکرم استاد از سایر نظرتون. سایر اساتید اگر نظری دارن در خدمتشون باشیم. من دکتر وقت گذشته، من فقط دو تا نکته کوتاه بگم. من بیماری با این خصوصیات نداشتم که در دراز مدت درگیری گوارشیشون مقاوم باشه، ولی اگه مقاوم باشه واقعا باید آدم به تشخیص افتراقی های دیگه بیشتر فکر بکنه، چون بالاخره اگه آی بی دی باشه یا هر چیز دیگه باشه، پان باشه، آی جی هایپر کرایوگلوبولین نمی باشه، اینا ممکنه به داروهای دیگه جواب بده، ما فکر کنیم یه هنوخ مقاوم بوده. ولی مریض هنوخ داشتیم مکرر که زیر کورتون و پالس کورتون حتی خونریزی گوارشیش ادامه پیدا میکنه، کنترل نمیشه. خب من انتخاب اولم آی وی آی جی. حالا من یادم آقای دکتر سالزادی مقاله چند سال پیش برای مجله ما فرستاده بودن که دابسون رو هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم استفاده کرده بودن برای مواردی که اگر نمیدونم درگیری کلیه بود یا گوارشی بود، حالا اگه خودشون تجربه ای دارن، که توی رفرنس ها خیلی به ندرت اسم دابسون برده شده، ولی دکتر تو این زمینه تجربه ای داشتن. خیلی ممنونم. پوستشون بود آقا دکتر، زایات پوستی دابسون را هست برای زایات پوستی. خب بسیار عالی، خیلی متشکرم از همه اساتید گرامی. تشکر ویژه می کنم از مهمانان امشب، اون جناب دکتر روحانی و جناب دکتر علی مددی که در برنامه ما شرکت کردن و از علم و تجربهشون استفاده کردیم. تشکر می کنم از جناب دکتر صالح زاده، جناب دکتر سیایی، جناب دکتر رئیس کریمی، سرکار خانم دکتر اسدی بابا اشتراک گذاشتن کیسشون و جناب دکتر صادقی و تمام شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با همگی شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار، شب خوش.